تو خبرهای رژیم بود که تو شیراز دو جوان رو تحت عنوان نهی از منکر دستگیر کردن. اول محکومشون کردن به 74 ضربه شلاق، بعد در تجدید نظر به جای شلاق محکوم به فراگیری و گرفتن حداقل نمره 15 از کتاب گناهان کبیره آخوند دستغیب شده. 6 ماه بهشون وقت دادن که برن این کتاب رو بخونن و یاد بگیرن و امتحان بدن و 15 بگیرن. یعنی رژیم داره به زبان اشد خودش اعتراف میکنه که خوندن این کتاب آخوند نوعی مجازات سنگین و چیزی در حد 74 ضربه شلاق. من میخواستم یک نکته در مورد مذاکرات بگم. میخواستم بپرسم از اونتون که ما قبلا توی مذاکرات میتونستیم یه مدتی جماعت مذاکره کنن نظر سر بادمونیم این بر اون بر، ولی الان مشکل شده. چرا همون تاکتیک گذشته رو به کار نمیگیریم که موفق تر باشیم و بتونیم وقت لازم برای اون بمب لامصب بخریم؟ قد بود برم به قاتلی که تو مذاکره طرف مقابلت که متکی نیست، عقل داره، حالیشه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن با حضور، عرض میکردم بله، میفرمودن که روباه رفت زیر درخت، به کلاغ برگشت گفت به به چه دمی، چه سری، چه رنگ سیاه قشنگی، یه دهن برای اون میخونی. کلاغ برگشت گفت ناکس خودتی، اون موقعی که گولم میزدی پنیرامو میدوزیدی من کلاس دوم ابتدایی بودم، الان دارم دانشگاه میرم. روشن شد، یه درس دانشگاهی روشنکاری برات بفرستم. آقای دکتر بودم بادر، اینها برای من یه مقدار روشن است، شما بیشتر از حد داری منو خاموش روشن میکنه. آخری میترسم بسوزم. تو همین بحث اتمی آس یه نامه نوشته. امرو آس رو میگی؟ نه خیر آقای دکتر، علی اکبر صالحی رو میگم. خب همینو امرو آس صدا میکنن دیگه. فکر کردی اون یکی امرو آس برای تو نامه مینویسه؟ ناکه به هر حال آس گفته که به نظرم میخوان رو ما فشار بذارن که مجبور بشیم عقب نشینی کنیم. ببین امرو آس، علی اکبر صالحی، تو با این هوش و حواست یهو نچایی. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن یه آدم شوت مشنگی تو همین مایه های علی اکبر صالحی. یه بار بهش گفتن که نگاه کن بابات مرد، فردام دفنش میکنن. بعد این اومد افه زرنگ بازی گرفت و گفت غلط نکنم یه چیزی شده میخوایم به من نگید. روشن شد یه چیزایی بهت بگم که گوشت سرخ. آقای دکتر خیلی خیلی زیادی روشن میکنین. سوال پایانی رو اختصاص بدیم به حال و روز مقام عظما، به شرطی که شما به من قول بدین که رو کله ایشون نپرین. مقام عظما چند هفته صدایی ازشون در نمیومد، شایع شد که سوار ارتحال شدن. همین وسط، این وسط ماهیت این آجیل فروش ها و تخم فروش ها و شیرینی فروشی ها که برای مراسم ارتحال آماده می شدن روشن شد. الان شما به ما بگین که حال و روزشون چطوره، به خصوص که یه حرکات مشکوکی هم از آقا مشتبه دیده شده که ایشون یه حرکات غیر عادی از خودشون نشون میدن. این شبه که انگار که ایشون باور شده که اگه آقای تورشون بشه به یک نون و نوایی میرسن. ایشون هم بله. نه بابا، البته درسته که این آقا مشتبه همچین هوش و حواس میزون و دفشی نداره، ولی این قدام آب روغن قاطی کرده نیست. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که به شوته گفتن دوست داری بابات بمیره بعد ارثش به تو برسه؟ گفتش که نه خیر، دوست دارم بکشنش که دیگه هم بگیرم. میخوام بگم اینقدر شوت مشنگ نیست که از یه حرفا بزنه. آیا دکتر بودم بادر، شما عادت کردین که بپرین رو سر مقام عظما و به ایشون یک چیزی بگید. بپرم من پریدم رو سرش زیر دست و پای تو سالم کشیدمشون بیرون. بابا ایشون که قاتل چموش نیست که اینطوری میپره رو سرش. قاتل چموش یا تو با شروع کردی از این حرف زدن؟ من اصلا خوش ندارم هیچ وقت یه بار مورد مقام عظما از شما سوال کنم. آخه این مقام وقت فلک زده چکار کرده؟ Oh, oh,
موجودی به نام کواکبیان از اون نماینده های رژیم آخوندیه که تلاش کرد بره دانشگاه سخنرانی بکنه، که اونجا دانشجو آنچنان بیرونش کردن که بعید میدونم هنوز آثار سوختگیش خوب شده باشه. این فرد اومد تو مجلس با حقبازی خاص مقامات رژیم به بهانه شعرخونی میخواست نوبت بگیره و به دعواهای جناحی خودش برسه. شعر رو که تقریبا لتوپار کرد موقع خوندن و هیچ کدوم از ابیاتش رو نتونست درست بخونه. صحن عتیق و صحن جدید در قدم زنی، گر بنگری به معنای آن مروه و صفاست، گر جملگی جهان همه روشن شود ز نور، مشهد در این میانه چو جام جهان نماست. من همینجا به وزیر محترم راه و ترابری اولین تذکر خودم رو بگم که آقای رئیس اجازه نمیدن. وقتی نظام جهل و جنایت سقوط کرد، آن روز روز شادی خلق است و جشن ماست. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان وقت برنامه این هفته. از همه شما عزیزان که با ما همراهی کردین تشکر میکنم. در پایان برنامه یک بار دیگه آدرس ایمیل رو خدمتتون یادآوری میکنم، pekshadi@irantv.com. منتظر دریافت نکات، نظرات و پیشنهادهای شما در این آدرس هستیم. تا دیداری دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.